جناب خدا، امروز میخوام در مورد یکی دیگه از قابلیت‌های سایت که به شما کمک میکنه نمرات بهتری کسب کنید صحبت بکنم. همونطور که شما میدونید، علاوه بر فعالیت کلاسی و دیلی بونس که شما میتونید نمراتی علاوه بر 20 نمره دریافت بکنید، یک روش دیگه هم وجود داره به اسم لول اپ یا افزایش رتبه. برای این کار افضل شما لازمه که وارد سایت بشین، لاگین میکنید تا وارد سایت بشین. خب وقتی که وارد سایت شدین، این بالا گزینه‌ای داره به اسم پروفایل LMS داشبورد. روی LMS داشبورد کلیک میکنید تا وارد LMS تون بشین. خب من الان وارد LMS هم شدم. شما ممکنه که ابتدا وارد درستون بشین، یعنی وارد داشبورد بشین. هر وقت خواستین وارد داشبورد بشین، اول کافی اینجا رو داشبورد کلیک بکنید تا صفحه اولتون رو ببینید. اینجا لیست درساتون هست. خب من رو این درس مثلا مخابرات ماهواره‌ای، همونجوری که می‌بینید درصد تکمیلیش هم صفره، هیچ کاری نکردم هنوز. من رو مخابرات ماهواره‌ای کلیک میکنم. خب اینجا من یه سری فعالیت دارم برای انجام دادن. مثلا میتونم چیکار کنم؟ میتونم بیام و اون جزواتی که توسط دوستان نوشته شده یا فایل های ارائه شده ای که پرزنت هایی که توسط استاد تهیه شده، میتونم فایل های ارائهش اینجا دانلود بکنم. یا میتونم بر فرض مثال جزوات بچه های ترم پیش، بچه های برتر ترم های پیش رو دانلود بکنم. و البته وقتی هم که رفتین بیرون میتونید اینجا این تیک رو بزنید. مثلا من این پرزنت ها رو دانلود کردم، تیکش رو میزنم که دیگه خیالم راحت بشه که تیک رو زدم. یه رفرش بکنید، تیک براتون سبز میشه. اینا تیک براتون سبز شد، یعنی که من این کار رو انجام دادم. خب میتونید نزنید، مهم نیست. این فقط درصد کامپلیشنتون، یه ذره اوورال پروگرستون رو میبره بالا. من اگه این تیک رو بردارم، پروگرس هم یه ذره میاره پایین تر. خب خارج نشیم از بحث. اینجا که وارد شدیم، میگم با توجه به فعالیتی که شما کردین، مثلا وارد درس شدین، خب این درس جلسه اول، حالا میتونید فارسیش هم بکنید، این بالا فارسی کنید، این لیست، این فهرست هست و نشستین درس رو کامل خوندین. درس دوم با توجه به فعالیت که کردین، اینجا وسط هاش ممکنه یک سری سوالاتی داده باشم که سوال رو شما جواب دادین، تکالیفی ارسال شده که شما تکالیف رو هم ارسال کردین، با ارسال تکالیف و خلاصه همه فعالیت، هر فعالیت مفیدی که شما تو سایت انجام میدید، یک افزونه ای ما داریم به اسم لول اپ. اینجا توی قسمت، یه بار دیگه میزنم، کورس بلاک رو که بزنید، کورس بلاکس رو که بزنید، اینجا نشون میده. الان نگاه کنید، من الان 9 امتیاز واسه هر کدوم به دست آوردم. واسه دیدن صفحه 9 امتیاز، واسه اینکه نمیدونم 17 ثانیه پیش یه کار دیگه انجام دادم توی صفحه 9 امتیاز. همینجوری من تا الان 519 امتیاز من به دست آوردم. ببخشید، 219 امتیاز به دست آوردم. 519 امتیاز دیگه به دست بیارم، وارد مرحله 2 میشم. میخوام مرحله رو ببینم. اینجا اینفو رو که بزنم، مراحل رو میبینم. مرحله 1 اینجا هست. مرحله 2 720 امتیاز احتیاج داره. مرحله 3 1200 امتیاز. مرحله 4 2500. مرحله 5 4000. همینجوری مراحل میتونید ببینید تا مرحله آخر که مرحله اکسپرت هست، 40000 امتیاز لازم داره. خب مزیت چیه؟ کسانی که شما با به دست آوردن امتیاز، این زیر من نوشتم، یک سری نمرات اضافه میتونید به دست بیارید، اکسترا بونس میتونید به دست بیارید. الان تا مرحله 3 که امتیاز نداره، 4 نداره، تا از مرحله 6 نمرات شروع میشه. کسی که 6000 امتیاز به دست میاره، که به دست آوردنش هم راحته، دیدین الان من 519 200 به دست آوردم که 6000 امتیاز هست، یعنی از مرحله با استعداد، مرحله talented به بعد، مستعد، 1/10 نمره علاوه بر 20 نمرش میگیره. دوباره اینجا هر کی مرحله 7 رسید 1500، 8 رسید 2 نمره. حالا اینجا آخرش جالبه، کسی به مرحله 15 یعنی 40000 امتیاز برسید، ما ترمای پیش فرابون داشتیم که میرسیدن، 3 نمره مازاد بر 20 نمرش براش در نظر گرفته میشه. این شماره 1. دومین مورد این که
شما من البته این رو اگر بخواید دقیق ترش رو بدونید میتونید وارد سایت اینجا گزینه سپورت یوزر گاید بشید. انگلیسی یا فارسیش فرق نمی کنه. تو LMS داشبورد بخش توی LMS داشبورد و در اینجا همجوری که میبینید گزینه داریم به اسم What is Level Up که شما اگر روش کلیک بکنید کامل توضیحات کامل نحوه نمره‌گیری، امتیازگیری همه چی توش به صورت خلاصه اومده. فارسیش هم البته میتونید ببینید. اگر روی این پرچم ایران کلیک بکنید فارسیش رو هم میتونید ببینید که نحوه امتیازگیری با Level Up چطوریه، نمراتی که در نظر گرفته میشه و این آخر هم نمره بیشتر. خب اما این مرحله چیه؟ باز هم نمره بیشتر. شما در اینجا توضیح دادم کسی که به 40,000 امتیاز میرسه و لول 15 میرسه 3 نمره میگیره. اما این امتیازگیری شخصی شماست. شما به خاطر رقابت با همدیگه هم یه امتیاز میگیرید که توی این بخش مشخص میشه. همینجوری که اینجا میبینید الان بر فرض مثال حالا چون من درس رو ریسیت کردم به مرتبه بچه‌ها کمتره. الان اینا این دوستان لول 1 هستن، ایشون با 1700 تا لول 3 هست. بچه‌هایی که دانشجویانی که به لول 15 رسیده باشن، ببینید اینجا هم گفتم لول 15 یعنی حتما باید به لول 15 رسیده باشن. بچه‌هایی که به لول 15 رسیده باشن، چون ما تیمای پیش داشتیم مثلا 3 نفر لول 15 بودن، خب اونایی که به لول 15 رسیده باشن رتبه 1, 2, و 3 شون با توجه به تعداد امتیاز که به دست آوردن یک نمره اضافه هم در نظر گرفته میشه براشون. رتبه اونی که لول 15 رسیده رتبه 1 رو به دست آورده 2 نمره، لول 15 رسیده رتبه 2 رو به دست آورده 1.5 نمره و لول 15 رتبه 3 1 نمره هم دوباره اضافه دریافت میکنن. کی این رتبه بندی اعلام میشه؟ اولا که خودتون میتونید ببینید، دوما آخر ترم مثلا من میگم دیگه سایت بسته است من میخوام نمرات رو محاسبه کنم، تا اون روز شما وقت دارید، پس بهتره که نسبت به افزایش امتیازتون اقدام بکنید. پس این بخش امتیازگیری بود که شما میتونید مشاهده کنید. دوباره وارد درس میشم یک بار دیگه باز نحوه باز شدنش رو بگم، با فعالیت، با آپلود کردن تکالیف، با این چیزها، با دیدن، با دانلود کردن کتاب‌ها، جزوات، با مرور تو درس‌ها، پاسخ دادن سوالات درسی که داخل درس‌ها هست، اینجا تکالیف رو اگر آپلود بکنی، با همه این کارا اسلاید‌ها رو دانلود بکنی، با انجام همه این کارا شما لولتون افزایش پیدا می‌کنه. بر فرض مثال الان من برم درس 3، مثلا می‌خوام برم درس 3 و یه بخش درس 3 رو مرور کنم، اینجا رو بخونم، برم قسمت بعدی رو بخونم، همینجوری اینجا پروگرستون هم داره پر میشه. الان بریم ببینیم لولمون چقدر افزایش پیدا کرد. 246 تا، حدود 9 تا دیگه افزایش، 9 تا 18 تا افزایش پیدا کرد. میگم با توجه به خوندن مطالب سیستمش یکم هوشمند، کارهای تکراری هم انجام بدین براتون لول در نظر نمیگیره. پس یه بار دیگه کورس بلاک اینجا خواستم ببندیم کلاس. اگر سوالی دارین که دیگه در قسمت کامنت ها بنویسین تا پاسخ بدم. خسته نباشید، خدا نگهدارتون.